دوستان سلام، دکتر بهنام شکیبایی هستم و امروز با یک موضوع بسیار مهم و حیاتی در خدمتتونم و اونم روش صحیح استفاده از محلول آب نمک برای پیشگیری از بیماری‌های ویروسی و میکروبی داخل دهان، گلو، بینی و مجرای تنفسی. خب لطفاً دقت کنین که برای تدارک دیدن یا درست کردن محلول ما به یک لیوان که دو سومش پر شده از آب ولرم نیاز داریم و تقریبا یک قاشق چای خوری نمک. اینو با هم قاطی میکنیم. بسیار مهمه که آب ولرم باشه که نمک درست توش حل بشه و موقع شستشو یا قرقره زیاد ناخوشایند نباشه. قاشق از توش میاریم بیرون. شروع کار ما با قرقره داخل دهان هست که اینو خب همه بلدیم. اگر دقت کردین من سرم اون موقع قرقره تکون میدم به سمت چپ به سمت راست که آب نمک به همه جای گلوی من و داخل دهان من برسه. بعد از اینکه قرقره داخل دهان انجام دادیم میریم سراغ شستشوی مجرای بینی سمت چپ و سمت راست که خیلی خیلی مهمتر از قرقره داخل دهان هست و اغلب مردم این کار رو انجام نمیدن. برای این کار ما لیوان میگیریم دست راستمون، یک مقدار از محلول رو میریزیم توی دست چپ و لیوان رو میذاریم کنار. سمت راست بینیمون رو میگیریم و با سمت چپ محلول رو میکشیم بالا تا از بینیمون رد بشه بیاد از گلو پایین. دقیقا همون حس به ما دست میده که آب قورت دادیم موقع شنا کردن توی دریا. همین کار رو با سمت راست انجام میدیم. لیوان رو میگیریم دست چپ، میریزیم توی دست راستمون محلول رو، مجرای سمت چپ رو میگیریم با سمت راست میکشیم بالا. این کار رو ما باید 2 الی 3 بار انجام بدیم و نهایتاً با قرقره داخل دهان کار رو به اتمام میرسونیم. پیشنهاد من اینه که در طی روز 2 الی 3 بار این عمل رو انجام بدیم، به خصوص قبل از اینکه شب میخوابین نخ دندون که زدیم مسواک که زدیم این روال کار رو انجام بدیم. شستشوی بینی و شستشوی داخل دهان و بعد بخوابین. چیزی که اینجا خیلی مهمه اینه که معمولا ویروس ها و میکروب ها توی اجتماعشون توی بینی، توی حفره بینی بیشتر از داخل دهانه. دلیلش هم اینه که ما توی دهانمون مرتب ترشح بزاق داریم و دهان مرتب شستشو داده میشه، بزاق دهان هم خودش آنتی باکتریاله، یعنی ویروس ها و میکروبا رو میکشه. این اتفاق توی بینیمون نمیفته. ما به میزانی که ترشح بزاق داریم داخل دهان ترشحات بینیمون نیست. اینه که معمولا ویروس ها و میکروبا توی بینی تجمع میکنن. به خود شب که ما میخوابیم صبح که بلند میشیم حتما دقت کردین گلوده با گلوده وقتی سرما خوردیم گلوده داریم گلوده رو تشدید پیدا میکنه یا با گلوده بلند میشیم، دلیلش دقیقا همون تجمع میکروبی یا ویروسی توی بینیمون هست. این کار رو من پیشنهاد میکنم همه انجام بدم و تا جایی که ممکنه این فیلم رو با دوستان به اشتراک بذارین که بتونن استفاده کنن. خیلی خوشحال شدم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.